سلام، به برنامه هفته نامه این هفته خوش آمدید. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. آگاهان میگویند که ادامه جنگ میتواند که مذاکرات جاری بین الافغانی سال در قطر را با تهدید مواجه کند و تاکید میکنند که اگر خشونت ها به همین منوال در افغانستان ادامه یابد، ممکن مذاکرات با ناکامی مواجه شود. آنان میگویند که همزمان با ایجاد بن‌بست در مذاکرات جاری سال، تشدید جنگ این مذاکرات را با ناکامی روبرو کرده میتواند. آگاهان و افراد آگاه از مذاکرات صلح میگویند که جنگ و مذاکرات همزمان با یکدیگر ممکن نیست و طالبان باید به هدف پیروزی مذاکرات بین الافغانی از افزایش خشونت ها دست بکشند. در حالی که از آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح در قطر نزدیک به دو ماه سپری می شود، اما در این مدت نه تنها مذاکرات اصلی آغاز نشد، بلکه خلاف امیدواری های مردم افغانستان، جنگ جاری در مقایسه به هر وقت دیگر تشدید یافت. آگاهان می گویند که ادامه جنگ می تواند که مذاکرات جاری بین الافغانی صلح در قطر را با تهدید مواجه کند و تاکید می کنند که اگر خشونت ها به همین منوال در افغانستان ادامه یابد، ممکن مذاکرات با ناکامی مواجه شود. آنان میگن که همزمان با ایجاد بن‌بست در مذاکرات جاری صلح، تشدید جنگ این مذاکرات را با ناکامی روبرو کرده میتواند. که در تشدد مسلسل دور زیادیگی افغان زواکن و بانی بریدونه کیگی افغانیوان و بریدونه کیگی مودیدیم کنشتاد چی بیخی در پروسه لمن زبرانشی افغان حکومت مجبور سی چخپل حیات بطور ده احتجاج ده خطر نبیر تر او باری. آگاهان و افراد آگاه از مذاکرات صلح میگویند که جنگ و مذاکرات همزمان با یکدیگر ممکن نیست و طالبان باید به هدف پیروزی مذاکرات بین الافغانی از افزایش خشونت ها دست بکشند. آنان به عملکردهای آمریکا در پروسه صلح به دیده شک می‌نگرند و میگویند که اگر ایالات متحده و متحدینش برای کامیابی پروسه صلح افغانستان اراده راستین داشته باشند، این کار میتواند بر هر دو جناح تاثیرات مثبت داشته باشد. افراد آگاه از جریان مذاکرات صلح میگویند ادامه جنگ میتواند که فضای بی‌اعتمادی میان تیم‌های مذاکراتی صلح را افزایش دهد. زن به مذاکرات و دا پا بیعتمادی دلالت کری که هر طوری بیعتمادی وی اخوانی نور بیعتمادی مکرکتی وی ده امریکی پا کلانو باندزه شک لرم که چیری ده امریکی متحده ایالات آور سرم ملگیری ده سول ده پارا ده واقعی سول ده پارا ده سرتاسری سول ده پارا اراده ولری پا دوارو لار بانده تاثیر لرلشی و دوار لوری گوارش چه و نتیجه تسر ورسیگی. این نگرانی ها در رابطه با کامیابی مذاکرات بین الافغانی صلح در قطر در حال است که در این اواخر در نقاط مختلف کشور درگیری های پی هم و خونین اطراف جنگ و شدت جریان دارد و در کنار تلفات افراد ملکی، تلفات نیروهای امنیتی افغان نیز چند برابر افزایش یافته است. اعضای مشورت جرگه با ابراز نگرانی در رابطه با سفرهای رهبران سیاسی به کشورهای همسایه از رئیس جمهور می‌خواهند که یک اجماع سیاسی را در داخل کشور به هدف صلح ایجاد کنند. در این حال اعضای مشورت جرگه همزمان با آغاز مذاکرات صلح درباره شدت جنگ و بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کردند. آنان می‌گویند که حمله بر بند کمال خان آغاز بحران و جنگ دیگر در کشور است که ملت باید در برابر آن ایستادگی کند. مشران و جرگه با سپری شدن 1.5 ماه از آغاز مذاکرات بین الافغانی در دوحه، سیاست های ایالات متحده را در رابطه با پروسه صلح افغانستان بخش از برنامه قتل عام افغان ها می خواند. اعضا و رئیس مشران جرگه از امریکا می خواهند که هرچی زودتر افغانستان را ترک کند و افغان ها برای رسیدن به صلح از طریق دیگر استفاده خواهند کرد. که چیر د امریکایانو هدف دای چې د افغانستان بربادی د لکه د اوس چې د کوم ځای اوس هغه ځایونه نه نی نو زموږ خواهش دا دی چې ژر ژر د افغانستان څخه دی ووزي افغانستان افغانان ته پریږدي افغانان دې پرې بله طریقه باندې کار وکړي نور دولتونه سه همسایه دولتونه نور دولتونه چې د افغانستان جوړ و امنیت غواړي مردم افغانستان دیگر به سطوح آمدن دیگر صلح میخواهند نمیخواهند این جنگ لعنتی را و کسایی که ایگیم را به کشور ما بازی میکنند و در رست قرار دارند لطفا خیمه هایشان را برچینند و برند نو امریکایان که چیر د افغانستان د وژلو لپاره یو بله برنامه لري
چې د افغانستان ولس او د ولس استازي په دې باندې پیو بل فکر وکړي او کچې تر اختیام د افغانستان د صلح لپاره دا کار مخې کړی خدا پروسه مونږ ته ناکام ښکاري. اعضای مشران و جرگ با ابراز نگرانی در رابطه با سفرهای رهبران سیاسی به کشورهای همسایه از رئیس جمهور می‌خواهند که یک اجماع سیاسی را در داخل کشور به هدف صلح ایجاد کند که از یک طرف از منافع کلان در افغانستان برخوردار هستند و در پالوی دیگر خدمتگزار کشورها هستند که قاتل مردم افغانستان هستند. انفرادی ډول تګ راتګونه چې زنه د منګه چزانو ته رهبران وای او کوي دی نه باید جدي خودداري وکړي. یوازې دی چې بیازی سره خبرې کوي خپ مورال وغږیږي د افغانستان لپاره د سولې لپاره د رئیس صاحب جمهور مسولیت شي ملي اجماع راولي د دغه سیاسيونو سره کښینه د هغه سره په مشوره باندې مخته ولاړ شي که په دغه شکل باندې جناب رئیس صاحب بیا هم تکرار ان ونج د ګټ پر ځای بیا تاوان دي. در این حال اعضای مشران و جرگه همزمان با آغاز مذاکرات صلح درباره شدت جنگ و بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کردند. آنان میگویند که حمله بر بند کمال خان آغاز بحران و جنگ دیگر در کشور است که ملت باید در برابر آن ایستادگی کند. تخار که واقعا بالاتر از 50 نفر جوانای نخبه نظامی و ملکی را و اطفال شهید دادن ده باید جدی و چیدل شی دستی ورزیده خلق زمنگه چه طول قطعات خاص دی اغیی طول خب تعلیم لیدل ایده چنگه که دل شی چه 50 نفره او دور دور تانکو نوسیگی طالبانو شی کولش پدی باندې عمله وکی دلته یاداش ده کار احل کار تا نسپرل کیگی یو بلا پیخه چه د کمال خان په بند باندې حمله کول دي دا په افغانستان کې د یو نوی ناورین او نوی جګړې آغاز ده. مشران و جرگه با صدور یک اعلامیه از هر دو جناح مذاکراتی خواستند که مذاکرات را با تحمل به پیش ببرند و به آتش بس در رأس آجندای مذاکرات جا بدهند، زیرا جنگ و خشونت ها راه حل نیست. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ گفته است که بر اساس توافقنامه دوحه طالبان همین اکنون بر ضد گروه داعش مبارزه می کنند و این کار نشان می دهد که توافق دوحه در بخش نابودی ترورستان مفید ثابت شده است و می گوید کشته شدن یک عضو مهم شبکه القاعده در ولایت غزنی نشان داد که مبارزه هماهنگ در این بخش مفید است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که بر اساس توافقنامه دوحه، مبارزه مشترک آمریکا و طالبان بر ضد داعش و گروه‌های دیگر تروریستی در افغانستان ادامه دارد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ گفته است که بر اساس توافقنامه دوحه، طالبان همین اکنون بر ضد گروه داعش مبارزه می‌کنند و این کار نشان می‌دهد که توافق دوحه در بخش نابودی تروریستان مفید ثابت شده است. وی می‌گوید کشته شدن یک عضو مهم شبکه القاعده در ولایت غزنی نشان می‌دهد که مبارزه هماهنگ در این بخش مفید است. بر اساس توافقنامه دوحه طالبان همین اکنون مصروف سرکوب گروه داعش در افغانستانند. آنان نه تنها بر ضد داعش بلکه در برابر گروه‌های دیگر تروریستی نیز مبارزه می‌کنند. کشته شدن یک عضو مهم گروه داعش در افغانستان نشان داد که مبارزه مشترک نیروهای خاص آمریکا، اداره‌های استخباراتی و طالبان ادامه دارد و مفید نیز ثابت شده است. هفته گذشته واشنگتن پست از قول برخی مقام‌های آمریکایی خبر داده بود که آمریکا و طالبان مبارزه مشترک را بر ضد گروه داعش در افغانستان انجام می‌دهند و افزوده بود که ایالات متحده از طالبان در این بخش حمایت هوایی می‌کند. قبل از این گزارش‌هایی به نشر رسیده بود که گویا ایالات متحده برای سرکوب طالبان از گروه داعش حمایت می‌کند، اما ظاهراً پس از توافق دوحه این معادله برعکس شده است. آگاهان می‌گویند که ایالات متحده در هر گونه شرایط با منافع خود اولویت می‌دهد و می‌تواند که برای منافعش هر گونه معامله کند. امریکایان تل خپل ګټو ته ګوري او خپل ګټي چې په هر ځای او پر شکل وي دغه مخته وړلو دی غو د تطبیق لپاره لاس په کار کیږي. د افغانانو پورې تړلې ده چې د خپل ملي منافع او د خپل خاور نه څنګه دفاع وکړي او څنګه وساتي. د
طالبان مسلح قبل از این گزارش‌های همکاری مشترک این گروه و آمریکا بر ضد گروه داعش را رد کرده بودند، اما در رابطه با اظهارات تازه مشاور امنیت ملی آمریکا ابراز نظری نکردند. یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان گزارش یافته‌هایش را در رابطه با تلفات افراد ملکی در جریان 9 ماه گذشته سال 2020 میلادی به نشر سپرد. در این گزارش آمده است که هرچند در مقایسه به 8 سال گذشته سطح تلفات افراد ملکی در سال روان میلادی پایین است، اما آغاز مذاکرات بین‌المللی سال بر روند تلفات افراد ملکی نقطه پایان نگذاشته است. یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان گزارش یافته‌هایش را در رابطه با تلفات افراد ملکی در جریان 9 ماه گذشته سال 2020 میلادی به نشر سپرد. در این گزارش آمده است که هرچند در مقایسه به 8 سال گذشته سطح تلفات افراد ملکی در سال روان میلادی پایین آمده است، اما آغاز مذاکرات بین‌المللی صلح بر روند تلفات افراد ملکی نقطه پایان نگذاشته است. گزارش یونما در رابطه با تلفات افراد ملکی در 9 ماه گذشته به 5939 فرد ملکی تلفات وارد شده است. 2117 فرد ملکی کشته شدند و 3822 تن دیگر زخمی شدند. طالبان و حکومت افغانستان در رابطه با این گزارش تلفات افراد ملکی یونما واکنش نشان دادند و هر دو جناح یک دیگر را عامل تلفات ملکی خواندند. ما این گزارش را رد میکنیم. عامل اصلی تلفات ملکی حملات، پرتاب مرمی های هوان و توپ های دیسی بر خانه ها و قریه ها، آزار و اذیت مردم از سوی پلیس محلی و حملات هوایی از سوی دشمن بر اماکن ملکی است. طالبان مسلح هنوز هم مسئول اکثریت قاطع تلفات افراد ملکی اند. آنان خود یا مستقیماً عامل تلفات مردم ملکی اند و یا هم به گروه های تروریستی دیگر زمینه سازی کردند که بر افراد ملکی حمله کنند. ما بار دیگر از طالبان می خواهیم که آتش بس دراز مدت و سرتاسری را بپذیرند و در مذاکرات جاری صلح صداقت نشان دهند. سازمان حقوق بشر افغانستان ادامه جنگ را همزمان با آغاز تلاش ها برای مذاکرات صلح نگران کننده می خواند و می گوید که حملات طالبان در شهرها و عملیات و حملات هوایی حکومت در قریه ها عوامل تلفات ملکی است. خواست اکثریت قاطع مردم افغانستان این است که هر دو جناح باید به جای تجدید جنگ در مذاکرات صلح در برابر یکدیگر انعطاف نشان دهند، زیرا گروه های دیگر نیز در کشورند که نمی خواهند صلح در افغانستان تامین شود. په خوښنۍ سره تر اوسه پورې چې څنګه لازم ده د جنگ په ختیلو خو باندې هغه سي فشار نه دی وارد شوی چې هم د سولې په خبرو کې دوی صادقانه برخورد وکړي او هم د جګړې او یا د تاوتریخوالي په کموالي کې دوی هغه ژمنې پوره کړي چې د خپل ولس سره کړي دي او د نړیوالو سره کړي دي، هغه د وینا او د عمل په حد کې یو شان ثابت کړي. سولې کوم تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ وشو هغه ډول چې تمې کړي د ملکي تلفاتو کې کمخ نه درغله، خو دې کې څو لامل کېدای شي. یو دا چې ځینې سیمو کې دواړه د جګړې ښکېل لري په یو بل باندې تعرضي عملیات ترسره کوي، او بل لامل چې دا هغه دغلته ځینې ډلې شتون لري چې هغه نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. در این حال برخی اعضای ولسی جرګه نیز از هر دو جناح می خواهند که سطح خشونت ها را فورا کاهش دهند. خلق د طالبان لخوا هم ځبل کیږي او په ګورو سیمو مختلف ولایاتو کې د خپل حملاتو ته شدت ورکړی ده، او لبلې خاموږ هم راسو دی باندې همدا رانده بمبارونه وکوسي هم هلته تر نظامي نه ملکي خلک ډیر قربان کیږي. ډیر داسې حملې شوي چې د مونږه ولسي وګړي ماشومان ښځې سپینګري کې په شهادت رسېدلي، لکه په هغه کې تخار کې کوم حمله شوې وه څه موده مخکې په مدرسه باندې، هغه هم ډیر یو داسې کار شوی چې ماشومان کې په شهادت رسېدلي وو. بر اساس گزارش سازمان ملل در 9 ماه گذشته در 31% تلفات ملکی 13% آن زنان و کودکانند. یونما از طرف های داخل خواسته است که به مسئولیت زندگی افراد ملکی توجه کنند. نیروهای آمریکایی در این اواخر پایگاه های نظامیشان را در ولایات هلمند، ننگرهار و پروان تخلیه کردند، اما همزمان با خروجشان تأسیسات نظامی را یا با خود میبرند و یا هم تخریب میکنند.
آگاهان میگویند که جنگ جاری در افغانستان را نیروهای آمریکایی آغاز کردند و با خروج آنان باید جنگ به پایان برسد، اما تاکید میکنند که آمریکا باید از لحاظ اخلاقی از تخریب تاسیسات نظامی خودداری کند و پایگاه های نظامی اش را به نیروهای امنیتی افغان بسپارد. بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شده است، اما این سربازان در دوران خروج از هر پایگاه تاسیسات آن را تخریب میکنند. نیروهای آمریکایی در این اواخر پایگاه‌های نظامیشان را در ولایات هلمند، ننگرهار و پروان تخلیه کردند، اما همزمان با خروجشان تأسیسات نظامی را یا با خود می‌برند و یا هم تخریب می‌کنند. آگاهان امور می‌گویند که جنگ جاری در افغانستان را نیروهای آمریکایی آغاز کردند و با خروج آنان باید جنگ به پایان برسد، اما تاکید می‌کنند که آمریکا باید از لحاظ اخلاقی از تخریب تأسیسات نظامی خودداری کند و پایگاه‌های نظامی اش را به نیروهای امنیتی افغان بسپارد. دوی باید موږ وسلوال پوز خودری جنگ را افغانی کړ نو وسلوال پوز خودری جګړه دوی شروع کړې و جګړه دوی ختمه کړه. قبل از این اعضای شورای ملی ابراز نگرانی کرده بودند که در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این نیروها اکثر تأسیسات پایگاه‌های نظامی بگرام در ولایت پروان را تخریب کردند و هنوز هم هر شب مصروف تخریب این تأسیسات میباشند. اعضای ولسی جرگه بر نیروهای آمریکایی انتقاد میکنند و میگویند سربازان آمریکایی باید پس از خروجشان از پایگاه‌های نظامی تأسیسات آن را تخریب نکنند. آنان از ارگ ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و شورای امنیت میخواهند که به هدف جلوگیری از تخریب این تأسیسات با جناح آمریکایی مجلس کند و از آنان خواهان جلوگیری این گونه اقدامات شوند. تا جایی که من خبر دارم، خصوصا در پایگاه بگرام یک تعداد زیاد از تعمیراتشان فعلا تخریب دارند. باید در این مورد حکومت افغانستان، بلخصوص وزارت خارجه افغانستان با شورای امنیت با نیروهای آمریکایی باید صحبت بکنه. اگر خارج همش از افغانستان باید تأسیسات با حال قبلی از او باند. امریکا نباید تأسیسات خود، پایگاه نظامی خود در افغانستان که ایجاد کرده اونا را تخریب کنه. و ما از دولت افغانستان، از جلالت ما رئیس جمهور افغانستان میخوام که با مسئولین امریکایی بشینن و این موضوع را بحث کنن و این تأسیسات بگذارن که نیروهای امنیتی افغانستان در آینده از اینا استفاده کنن. سربازان آمریکایی که از افغانستان خارج می شوند در حال بعد تخریب تأسیسات نظامی اقدام می کنند که ایالات متحده باید بر اساس پیمان آمریکا و افغانستان نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2024 میلادی تجهیز کند، اما ظاهرا دیده می شود که مقام های افغان از حمایت آمریکا ناامید شدند و تلاش های تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان را از کشورهای دیگر آغاز کردند. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان روز گذشته با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر مجلس کردند. طالبان میگویند که در این مجلس بر اهمیت و تطبیق همه ماده های توافقنامه دوحه مانند راه های زندانیان متبقی طالبان، حذف لیست سیاه و موارد مشابه دیگر بحث و گفتگو صورت گرفته است. ایجاد بن‌بست در مذاکرات بین افغانی صلح در دوحه و افزایش خشونت‌ها در کشور از جمله مواردی است که زلمه خلیلزاد را مجبور ساخت تا به دوحه برود و با رؤسای هیئت مذاکراتی هر دو جناح ملاقات کند. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان روز گذشته با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر مجلس کردند. طالبان میگویند که در این مجلس بر اهمیت و تطبیق همه ماده های توافقنامه دوحه مانند رهایی زندانیان متبقی طالبان، حذف لیست سیاه و موارد مشابه دیگر بحث و گفتگو صورت گرفته است. په ناسته کې د دواړو ترمابین د شوې توافقنامې په اهمیت اوازه کې خبرې وشولې او د نوموړې توافقنامې د ټولو موادو په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې، لکه د افغانستان اسلامي امارت د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د تور ستونزې د ختمولو موضوع.
دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنان میگوید که در این ملاقات بر عوامل افزایش عملیات که یکی آن انجام عملیات شبانه بر خانه های زندانیان رها شده این گروه است بحث و گفتگو صورت گرفت. آنان برخورد نادرست با زندانیان در محابس و حملات هوایی را عمل خلاف توافقنامه میخوانند. خواسته که عملیات خوزتوالی هم خبری وشوله او ده او ده عوامل او اسباب و یادونه وشوله لکه ده شهیدان و جسدان و ده سپکاوهی چی ده طول و بشری اصول و نالیوال قوانین و ده اسلام ده مبارک ده اصول و خلاف عمل ده و همدارنگه ده زندان چخه ده خاشه و زندانیان و پکورون و چاپی و هل ده شهیدان اول ده کورنه و خرد شهیدان اول او پزندانونو که زندانیان سره غیر انسانی او غیر اسلامی چلن کول. در این حال فوزیه کوفی، کلیم الله نقیبی، متین بیگ و سعید منصور نادری چهار عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان به کابل برگشتند و تا اکنون دوباره به دوحه برگشت نکردند. آگاهان امور و افراد آگاه از جریان پروسه صلح بر هر دو جناح انتقاد می‌کردند که برای منافع شخصیشان جنگ را تشدید نمودند و مذاکرات را به تأخیر انداختند. آنان می‌گویند که هر دو جناح منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اند. ټول انتظار کې د امریکا د نومبر د دریم د انتخابات چې هغه څه نتایج مخې ته راسي. زه نه خلک دا سوچ کې چې کېدی شي ک ډونالډ ټرمپ ماته وخوړل کېدی شي د امریکا په پالیسو کې بدلون راشي. اصلي لامل یې همدا دی چې د همدغې لارې خلک غواړي چې د سولې په مذاکراتي میز کې خپل سهم زیات کړي او په دې صلح په یو سامي شرکت اوښتي ده. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و جنرال سکات میلر قماندان نیروهای آمریکایی در حال با ملا برادر در دوحه ملاقات میکنند که درگیری ها در داخل کشور تشدید شده است و بعد تازگی پس از هلمند در چند ولسوالی کندهار نیز جنگ شدت یافته است. سپاس از توجهتان به برنامه هفته نامه این هفته. تا هفته بعد خدا نگهدار.